وقت شما هم وطنان عزیزم هر کجا که هستید به شادی و خیر و امید و قوت خداوند باشه هر موقعیتی که هستی چه در صبحگاهان و چه در میون روز و چه در شامگاهان در هر شرایطی که هستی میگی چگونه با این همه خبرهای بعدی که میشنوم و خبرهایی که من استرس و نگرانی میده نگران موضوعات انتخابات هستی برای آمریکا نگران هستی که صداهای جنگهایی رو که داری میشنوی نگران تمام خبرهایی که ناامیدت میکنه نسبت به اینکه جوانان ما چقدر دارن معتاد میشن نگران به این هستی که چقدر آمار طلاق رفته بالا مریضی ها زیاد شده این رو بدونیم تا مادامی که نگاه ما و نگرانی ما به سوی مشکلات و سختی ها هستش هرگز ما مددی رو نخواهیم داشت هرگز دست یاری نخواهیم داشت غیر از اینکه خستگی ها و نگرانی ها ما رو بیشتر ناامید خواهد کرد مگر اینکه اجازه بدیم در مقابل ما خدای مشکل گشا باشه خدایی باشه که رفع مشکلات رو میکنه و اعانت ما یعنی مدد ما یعنی یاری ما نیز از طرف او خواهد آمد همان گونه که نویسنده مزمور 33 نیز اینگونه اعلام میکنه مزمور 33 13 به بعد رو نیز براتون میخونم اعلام میکنه از آسمان خدا نظر افکنده و جمعی بنی آدم را نگریست از مکان سکونت خیش نظر میافکند بر جمعی ساکنان جهان او که دلهای ایشان را جمعی سرشنه است و اعمال ایشان را درک نموده است پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت اسب به جهت استخلاص یعنی اسب جنگی یعنی اسبی که میتونه رهایی بده باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد اینک چشم خداوند بر آنانی هست که از او میترسند یعنی او رو میشناسند یعنی پذیرفتن که روزشون رو در حضور خدا آغاز کنند بر آنانی که انتظار رحمت او را میکشند تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قهد زنده نگاه دارد یعنی در خشکسالی یعنی در شرایط سخت همون شرایطی که امروز ما من, من نگاه میکنیم از خبرهایی که میشنویم از صداهایی که میشنویم از چیزهایی که داریم لمس میکنیم باعث آزار ما نیز هست جان ما منتظر خداوند میباشد او اعانت و سپر ماست پس امروز اگر اجازه بدیم در ابتدای وقتمون در هر شرایطی که هستید به جای اینکه این خبرهای بد و نگران کننده و استرس دهنده خوراک افکار ما بشه حضور خدا در مقابل ما باشه این رو بدون که مدد کار ما و نیز قوت و امید ما و نیز خدا خواهد بود یک بار دیگه میخوام جان ما منتظر خداوند میباشد او اعانت و سپر ماست زیرا که دل ما در او شادی میکند و در نام قدوس او توکل میداریم ای خداوند رحمت تو بر ما باد چنان که امیدوار تو بوده ایم آمین مشروط بر اینکه اجازه بدیم اوقات و وقتمون در دستان خدا باشه و به جای خبرهای بد و نگران کننده نگاه به خدای قدوس کنیم و اینکه خداوند میخواد و میتونه رفع همه این مشکلاتی که امروز باعث آزار ما و دگر بشری که بر روی زمین هست بشه مطمئن باشیم که اعانت ما از طرف خدا خواهد آمد مدد ما از طرف خدا خواهد آمد فیض خداوند با شما عزیزان باد